خدا کار مخلص رو درست میکنه میبره جلو. خدا کار مخلص رو درست میکنه میبره جلو. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص در این باره حضرت زهرا سلام الله علیها یه سخنی دارن، سخن فوق العاده عجیبیه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که ببین نتیجه اخلاص رو، من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی که عبادت مخلصانه انجام بده خدا چیکار میکنه؟ احبت الله عز وجل الیه افضل مصلحته، خدا به سوی او بهترین مصلحت رو نازل میکنه. بهترین مصلحت چیه؟ مثلا یک کسی مصلحتشه که فقیر بشه و الا خراب میشه. از خدا میپرسیم این آدم واقعا مصلحتش بوده؟ میفرماد نه، من میتونستم مصلحت بهتر براش طراحی کنم. خب پس چرا مصلحت بهتر این آدم رو بهش ندادی؟ آ خدا، میفرماد برای این که بالاخره خالص عبادتشو ندیدم، کل زندگی معلق اخلاص شد. خدا فرماید نه، من بهترین مصلحتو بهش ندادم. چرا؟ چون خالص عبادتشو ندیدم. بهترین مصلحت برای فرد با اخلاص پدید میاد، بهترین مصلحت برای جامعه با اخلاص پدید میاد. مثلا یه مدیری اخلاص داشته باشه، خدا کاراشو علارغم همه پیشبینی ها، علارغم همه کمبود امکانات جلو میبره. یه مدیری مخلص نباشه، خدا یه جوری کاراشو خراب میکنه که علارغم همه امکاناتی که هست بازم کارو خراب میکنه برای جامعه. یه جامعه کارشونو بدن دست یه مدیری که اخلاص نداره، جامعه بدبخت میشه. اون زمانی که شهید سردار سپه بود سلیمانی شروع کرد فرماندهی کردن برای حفظ منطقه از داعشی ها و تکفیری ها، برجسته ترین فرماندهان نظامی که شهید شدن، میگفتن سوریه که از دست رفت، عراق هم که تجزیه میشه، ولی حالا میخوایم یه قسمت هایی رو نگه داریم بلکه بشه یه کاری کرد. ولی رفتار مخلصانه چیکار میکنه؟ اوضاع رو علارغم همه شرایط به نفع جبهه حق قرار بده. کسی که عبادت مخلصانه انجام بده، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خدا به سوی او بهترین مصلحت رو نازل میکنه. خالص عبادته، هر جا موفقیتی بوده با یه اخلاص همراه بوده. اون چند تا کاری که انجام میدی حداقل مخلصانه باشه، اونا رو اگر مخلصانه انجام بدی، اون گناه ها و اون کارای خوب دیگهی که انجام ندادی هم همه جبران میشه. اتفاقهایی برای آدم مخلص میفته که خیلی اتفاقهای عجیب غریبیه. یه کمی عمل داشته باشی ولی مخلصانه، واقعا دستتو میگیره. بله، اینو خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، قلب خودتو خالص کن، یک کمی از عمل برات بس، نمیخواد زیاد کاری بکنی. قلب خودتو خالص کن، یک کمی از عمل برات بس. اگر ما خیلی وقتا خیلی میدوییم، شاید برای اینه که اون درکت مخلصانه ها رو پیدا بکنیم. اگر میبینید بعضی از مخلصین خیلی میدوئن، اون در اثر اخلاصشونه که نمیتونن آروم و قرار داشته باشن و بنشینن، و چون میخوان از عدم اخلاص فرار کنن یه دفعه پرکار میشن، ولی پرکاری اصل نیست. دو سه مطلب رو درباره شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی عرض کنم. اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر می رفت و ابا نداشت، هم با تدبیر بود، مثل همین شهید ابو مهدی رضوان الله تعالی علیه. شهید سلیمانی با امثال اینجور انسانهای مؤمن و شجاع و نورانی توانستن کارهای بزرگی رو انجام بدن.
از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد. اهل تظاهر و ریا و اینا نبود. اخلاص خیلی مهم. تمرین کنیم ماها در خودمون اخلاص رو.